عرض کردم چای، قهوه، شیر، کاکائو. آقای نجات میل دارید دستور بدم بیارم خدمتتون؟ جناب نجات. نجات آقا، نجات چه فرق میکنه؟ نجات نجات هر فاقتی که دوره هم دیگه، بله مهم اینه که دوره هم باشیم. ببخشید من گاهی اوقات جناب نجات همچی دست پاچه لفت دست پاچه میشن. دست پاچه میشین؟ بله اصولا آدم هایی که کار بد میکنن دست پاچه میشن. کار بد؟ مگه شما کار بدی کردی؟ عبد اصلا حرفش نزنید. منو کار بد؟ بله، ما یه زمانی سابقه در این بچه که بودم یه خود شوختب بودم، سر به سر اینو میذاشتم، ولی کار بد عبد. البته به نظر نمیرسه این پرونده هایی که دست منه، شکایت و گزارش هایی که به اون دادن، بله، مربوط به دوران کودکی شما باشه. مال اخیراً الا بود. چه شکایتی؟ یعنی شما نمیدونین؟ میدونیم؟ نمیدونیم که میدونستیم. در صورت با این که میدونین، من بعضی از این ولی ها رو برای شما میخونم که بیشتر مطلع بشیم. شما لطف میفرمایید قربان، اصلا و ابدا راضی به زحمتتون ما نیستیم. بله. زحمتی نیست، قدر پرونده شما نسبت به سابقه کارتون خیلی ضخیمه. واسه چی؟ یه بار هواپیمای شما صاف رفته توی سالن فرودگاه. رفت؟ بله رفت، ولی مسئله حل شد. بله یه دفعه اونم یه دفعه حل شد. بردن هواپیما رو که بیرون نهید. بله بیرون آوردیم دیگه. حل شد دیگه. چطوری حل شد؟ منتفی. بله رفتیم توی فرودگاه، بعد گفتن هواپیماتون از اینجا برداریم ببرین. ما هم هواپیمام رو برداشتیم گفتن پارکینگ آقای ملکی. بعد یه شکایت ناقابل، یه پول جزمی ناقابل از ما گرفتن. چی؟ ناقابل؟ باز گفتی ناقابل؟ کلی هزینه کردم من، میگه ناقابل. دومین پروازتونم به جای اینکه در کیش فرود بیاد، در لاوان به فرود اومده. این که مسئله نیست قربونت برم، اتفاقا من کارشناسامونو فرستادم در مورد این مسئله، کاملا تحقیقات کامل کردن و گزارش بررسی کردن و به ما گزارش دادن که مسئله نیست. تازه کیش با لاوان به قول ایشون 4 قدم راست. با فولکس شما رفتی چقدر طول کشید از این قورباغه؟ 20 دقیقه 25 دقیقه طول کشید. با خاکی تازه حالا آبش که 4 انگشت. به هر حال این پرونده شما پر از شکایات و شاکی بودن گزارش های مردمیه که از ملکی ایرلاینده. چی هست این شکایات؟ کلی شکایت از مردم اومده. بخونید ببینم چیه. یکیشو، یکی از مسافران به نام مصطفی گفتن که بعد از برخورد هواپیماتون با سالن فرودگاه دیگه جرأت سفر کردن با هواپیما رو ندارن. خب به نفع خانواده‌شون. خب بعدی چی؟ دومی هم آقای جمالی گفتن که چمدانشون اشتباهاً به جایی که مشهد بره به شهر دیگه رفته و گم شده. پیداش میکنی؟ پیداش میدی؟ آدم گم میشه؟ میارن میدن خودش میشه میدیم بره. بله بفرمی بعدیش چی؟ و یه آقایی به نام فراست نوشتن که با خواندن مطالبی که در مورد ایلولایند شما در روزنامه ها نوشته شده بسیار ناراحت شدن و باعث شده که روحیهشون افسرده بشه. فراست گفتن؟ من روحیهشون چی شده؟ افسرده شده آقا. غلط کرده افسرده شده روحیه؟ اصلا روحیه نداره که افسرده بشه. چه حرفا میزنید؟ بهش بگو فراست من روحیت رو میذارم تو کاست، آویزو میکنم گردنت بشه گردنبند واسط. شعر شد اصلا. بله. فراست چیه؟ بله میکن آقا. این حرف اون زده؟ بله آقا. دشمن منه اون، بدونید اینو. به هر حال من به عنوان نماینده فضا و هوا اینجا اعلام میکنم تمام پروازهای شما رو، مجوزهای پرواز شما رو در فرودگاه ایرلاین، بله، از همین الان لغو میکنم. چی شد؟ چی شد لغو میکنی؟ قربون اول همه جا با آدم اخطار میکنن، اول توجیه میکنن، اخطار میکنن، بعد تکذیب میکنن، بعد جریمه میکنن، بعدم زندونمون میکنن، ولی شما همین جوری یه دفعه لغوش کردی. بله لغو کردن حرف بسیار بدیه. مرد بدی. خوب لغو نه کار ما رو میخواد. خیلی هم خوبه، قوانین ما اینجوریه. شعار ما در هوا و فضا قانون مداری در جهت رسیدن به احساندار همگانیه. تا اینجا ما به اندازه کافی به شما فرصت دادیم. شما هیچ گونه شرایط استانداردهای ما رو رعایت نکردید. مثلا
کدوم یک از شرایط استانداردهای شما رو ما رعایت نکردیم؟ ما که الحمدلله بزنم به تختی، بزنم به تختی، همه چی جور شده. بالاخره تو شروع هر کاری یه سری اتفاقا میفته دیگه. بچه میره دبستان، اول دبستان بچه 13 ساله سراغ دارن، 5 سال رد شده. مهم نیستش که، مهم اینه که ما کشته و مجروح ندادیم. دادیم کشته و مجروح؟ نه اصلا یه دونه هم کشته و مجروح همه زنده برگشتن، من دیدمشون. شما آقا توی فرودگاهتون حتی یک گیت ندارین. چرا گیت نداری؟ با شما هم هم بازرس گیت رو میخواییم چی کار؟ ما شعارمون بر اساس اعتماد و دوستیه. ما هر کسی از بهره تو هواپیما میگیم بفرمایید هواپیما، همه از دید ما کرن، هیچ فرقی نمی کنه. اعتماد سالاری داریم، حرفاز اعتماد رو به خاطر بیاورد، یعنی پرنده مردن میمیره. بله، شما با نداشتن یه گیت چجوری میخواین امنیت مسافران رو تضمین کنی؟ با شما جواب بدید. چجوری میخواید امنیت رو؟ خب میگم که اعتماد میکنیم ما دیگه، با هم مسافرامون اعتماد میکنیم، هر چی دوست داره ببره دیگه. بله، شما مدیر داخلی این فرودگاه هستین؟ ایشونه، بنده نه. با اجازه بزرگترها و خانواده‌ام. بله آقای، شما اصلا میدونین که مدیر داخلی باید متأهل باشه؟ بله، با من هستم، مدیر داخلی من هستم آقای. بله میدونی متأهل. ولی اینجوری که من پرونده‌تون رو مطالعه کردم، شما مجرد هستین. ایشون ظرف چند روز آینده با نامزدشون قراره که ازدواج کنن. بله، احتیاج به سند و مدرک داریم. شما حرف بنده رو قبول نمی‌کنید، ولی سند و مدرک قبول عرض کردم خدمتتون. من به شما قول میدم ایشون ظرف چند روز آینده که با نامزدش ازدواج کنه. قول میدم. یعنی کسی قبول میکنه که همسر ایشون بشه؟ با من بودن؟ قربونت برم بازرس، چون این عین واقعیته که دارم خدمتتون عرض میکنم. اصلا یه کاری دیگه، میخواید من نامزدی ایشونو نشونتون بدم؟ چی هست؟ همین چند لحظه نشونتون بدم؟ ببخشید مزاحمتون شدم، ما با این اوراق خواهش میکنم، بفرمایید. ایشونم نامزد آقای روانبخش که با پای خودشون تشریف آوردن توی اتاق ایشون؟ بله، ایشون. ایشون که دختر شما هستن. خب باشن دختر من، مگه دختر من حق نداره ازدواج بکنه؟ بله، چشه ایشون مگه؟ در هر حال قانون ما غیر قابل تغییره. درست میشین بچه، تمام پروازهای شما مکول میشه به بعد از نصب یک گیت مطمئن. گیت؟ چشم. دیوونه هست. من تا دم در با تو میام آقای. خیلی خوش اومدید آقای نجابت. ببخشید قربون، معذرت میخوام. اولا که تمام این فرمایشات شما متین روی چشم بنده، اوامرتون اجرا میکنیم در اسرع وقت. فرمایشاتتون همه متین عالی بود، ما رو راهنمایی کردید، قربونتون برم. ولی یه خواهش ازتون دارم، باز هم این طرفا تشریف بیارید، ما رو خوشحال کنید، مزین کنید اینجا رو با قدومتون. خواهش میکنم. قربونتون برم. البته نکته ای بود که میخواستم دربارش با تون صحبت کنم. چه نکته ای قربون؟ بفرمایید، بنده سراپا گوشم. قربونت برم. میبخشین، درباره کارهای فرودگاه نیستش. پس چیه؟ حقیقتش منم دختری دارم همسن سال دختر شما. بله، خواهش میکنم. خدا ببخشت شد بتون. خیلی ممنون. خدا حفظش کنه انشالله. مثل دوتا پدر با هم صحبت کنیم. بفهمید بشینید، خواهش میکنم. بفهمید بشینیم صحبت. نه خواهش میکنم. خوب همینجوری؟ دیگه زحمتی کم میکنم. در خدمتتون هستم، خواهش میکنم. میبخشین، البته به من ربطی نداره. خیلی هم ربط داره قربان، چرا ربط نداره؟ خواهش میکنم. میخواستم راجع به ازدواج دخترتون با این آقا ببینم خوب فکراتون رو کردین. کی بنده؟ چیزی گفته قربان؟ ایشون یه جوراییه، یعنی که اون مدل موهاشون که یه وری افتاده. چیزی به شما گفته ایشون؟ حرفی زده؟ اون مدل دماغشون. آها خب. و اون چشاشون. چطور مگه؟ مخصوصا موقعی که آدمو نگاه میکنه شما رو یاد چیزی میندازه؟ البته یه طورایی، یه جورایی میشدم. چجوری؟ آدم حالاته میبخشی، من جسارت به شما نکرده باشم. نخیل بفرمت، خواهش میکنم، کشتی منو، بفرمت. یه کمی شبیه خروزه. چی؟ بله. شما از کجا فهمیدی؟ همین خروز حیوان دیگه شبیه نیست؟ نه، فقط خروز. شبیه خروزه. خب از شما خواهش میکنم درباره ایشون بیشتر دقت کنین، فکراتونو خوب بکنین. میبخشی مزاحمت شدم، با اجازتون. از کجا؟ آقای نجابت، من
الان دارم به فکر اون بوی قرمه سبزی عرعر بچه که دستش اینجا تا اینجا کرده تو دماغش از سر کولمون داره میره بالا. اینا یه نشونه بود روان. هر نشونه من از اولش میدونستم که بابایی از تو خیلی خوشش میاد. راست میگی. الان بابا داره میره. من چه حالتی بگیرم؟ خودمون مثل همیشه. الان تو بشمار من حالتی بگیرم. چه حالتی بگیرم؟ اصلا تو اینجا همون زنونه برای من باید کردم. بابایی. 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 دوست دارم بابایی. چیشی دارم. عاشقتم بابایی. بابایی منی. بابایی منی. بلکن دست تو. بابایی بابایی مردک نره قول به من میگه بابایی. کارو برعکس شد. تو بابا بزرگ منی به من میگی بابایی بابایی. لنگلوک اگر من گوش بده، اگه من به امید شماها بخوام بشینم ها، باید به خاک سیاه بشینم که نشستم دیگه. دیگه چیز نداره که، شوخی هم نداریم. آقا جون من بفرست دنبال این پسرا بچه‌ها بیان اینجا، من بفرستمشون پیش هوا برد. یه گیتی از این دروازه ها واسه فرودگاهمون بگیرن، بهونه دست این هواجات ندیم. حالا این هزار دفعه. بله چشم. آن تو هم راستی باید یه خاکی رو سرت بریزی، یه فکری به حال خودت بکنی. چه خاکی؟ هر خاکی کی؟ من؟ پس نه خیر من. شما باید ظرف همین هفته خاک تو سرت بریزی، ازدواجی بکنی، یه غلطی بکنی دیگه، توقع بندزی گردنه. آخه یه هفته که کمه که واسه ما دوتا. مزخرف نمیخواد بگی یه هفته کمه. مگه ندیدی چی گفت این نماینده هواجات؟ میگفت من مگه نهیدی نماینده هواجات همین آقاه گفتش که مدیر داخلی فرودگاه باید مجرد نباشه، متأهل باشه؟ خب ما حالا یه جوری یه چیزایی پروندیم و سرش گرم کردیم، دست به سرش کردیم رد. خیلی ممنون بابایی، خیلی حرف خوبی زدیم، ممنونم ازتون، خیلی حرف خوبی دست شما درد نکنه. ما دختر شما قافلی و نمیدونی که من دخترم از سر راک ور نداشتم به هر کسی بدم ورداری ببردش که. حالا ما جلو یاروی چیزی گفتیم، شما با من اونجا مجبور، آدم مجبور میشه در لحظات جلو یه عده حرفایی بزنه که بعد چرمندگیش به خودش میمونه که به من مونده. همین مونده بود که این مردک هواجات ما رو بشینه نصیحت کنه، هوافضا ما رو نصیحت کنه، بگه دخترتو به خروس ندی. ببین کار به کجا کشیده که باز وایسادن منو تماشا میکنن. برید دیگه. اینا چی میگن اینجا؟ برید برید دنبال کارتو. هم باز از غوره میکشه. گفتم برید این دو تا بچه رو بفرست پیش من. گوش بده آقای هوا برد. ببین این یه محبتی در حق ما بکنیم. یه ای کاش به جای زدن این فرودگاه ها دخترم من میرفتم یه 300-400 اتوبوس میخریدم، اتوبوس گاراژم میگرفتم، اتوبوس دار میشدم. هم منفعتش بیشتره، هم مردم بیشتر استقبال میکنن. نمیکنن؟ میکنن دیگه. این حرف آخه نزنی دیگه. چی بگم؟ الان شما صاحب اولین فرودگاه خصوصی ایرانید. میدونید این چقدر پرستیژ و اعتبار داره؟ پرستیژ؟ پرستیژ نه، اون پلی‌استیشنه. پرستیژ. پرستیژ. پرستیژ میخوام چی کار بکنم دخترم؟ پرستیژ بخوره تو بهتره ها. چی بهتره؟ بخوره تو اون سر، تو سر فراست بخوره پرستیژ. بر اون پرستیژ بر فراست خوبه که نداری. من که دارم به اندازه کافی دخترم. پرستیژ میخوام چی؟ اصلا میدونی چیه دخترم؟ یه چیزی بهت بگم. بگی بابا. شاید برات جذاب باشه. بله بگی. اگه حقیقت چی بخوای کسی نیست دور و برمون. این لنگولوکه کجا؟ نشونه بابایی. میگم که اگه خوب بخوای بدونی، من تمام این فرودگاه مرودگاه زدم بر این که این فراست جز جیگر بزنه. میخوام داغونش کنم، میخوام به روزی سیاه بشونمش. همه این کارا رو کردم که اونو بسوزونمش. دیگه پروازم که اولین پروازمونم که نتونستیم انجام بدیم. بابایی پروازم که درست میشه، همه اینا حل میشه. تازه فردا این روان بخشو میفرستیم کاراش انجام بده. چقدر تو خوش خیالی دخترم، چقدر تو خوش باوری. چرا بابایی؟ تو باور میکنی این بره به دوبه، این که میره؟ عزیز من این دوتا شاخ گاو رو نمیتونه از هم سوا بکنه. چجوری میخواد بره تو ادارات به دوبه واسه من؟ میره کارا رو خرابتر میکنه. من اون روز اولی که اینو دیدم به شما چی گفتم؟ نه خودمونی. به شما چی گفتم؟ گفتم دخترم این بیخودی ازش پشتیبانی نکنی، آدم بشو نیست.
نه قیافر شما نگاه بکن. یاد خروس انداخت منو. یاد روز اول گفتم دخترم من لباسا رو تو آسیاب که سفید نکردم که موامو ببخشید. موامو تو آسیاب سفید نکردم، حاصل تجربه است. من تو چهره یه نفر نگاه بکنم بهت میگم پس کلش داره چی را میره. اینو دیگه میتونم بگم. این برای من آدم بشه نیست، بفرما. اینم نتیجهش که میبینی. بابایی آخه اینم که داره کارشو میکنه، مگه خودتون نمیگی نه تو دهنش نیست، همش میگه حله حله تیپ 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 حله. شما باور میکنی این چقدر خوبه؟ بعدم بابایی خب فقط یک کمی متأهل نیست، اونم که خب همینجوری که نمیتونه ازدواج کنه، آدم مناسبش حتما پیدا میکنه. آدم مناسبیشون کر میشین الان بابایی الان آدم مناسبیشون فقط مرغ دختره، بهتر از اینم دیگه گیرش نمیاد چی. اگر من نیاز مبرم نداشتم به وجود این، یعنی متأهل میخواستم نباشه، من فردا روز میرفتم با دختره میشستم صحبت میکردم اونجا میخواد این باشه ازدواج بکنه، میگفتم زن این نشی ها، زن این لنگلوکه نشی ها. ولی خب چه کنم که نیاز دارم بهش، باید این کارو بکنم. اگه من دختر بودم که 100 سال سیا زن این نمیشدم. بابا یه میگم چایتونو بخورین یخ میکنه. چای نمیخوام. بخوری دیگه. چای نمیخوام، خوردم من. عزیز من شما چرا توجه نمیکنی؟ کی اسمشو میذاره اسکندر؟ اسکندرم شد اس. خب اگه فردا روز این آقا اسم رو کارت عروسی چاپ بکنه اسکندر، در خونه من بیاد اون کارتو پرت میکنم دور. من عروسی این آدم اسکندر چی؟ بابا خب قهوه میخورید حالا؟ قهوه نمیخوام. براتون بریزم دیگه. ای بابا قهوه بخورم شب دخترم، تا صبح لنگ لغت میندازم خوابم نمیبره. قهوه میخوام چه کار بکنم تا هم حوصله داری؟ میگم که دخترم اصلا تصورشو بکن، این یه کابوس شده بر من. الان میخوام بگم نگاه کن تمام موهای تنم سیخ میشه. که ایشون بشینه سر سفره عقد بعد اینجوری با اون چشای بابا قوریش ارزق شامی نگاه بکنه به دختره، دختره حتما خواهد گفت به جای بله نه خیر. من باشم میگم نه خیر. بابایی چی شد؟ چی؟ حال دیگه سر من؟ نه نه بابایی نه دست شما درد نکنی. نه نه بابایی صدام تازگی ها چیز شده، تارای صوتیم ارتعاشات بدی گرفته. دختر بزرگ کن داد میزنی. بابایی غلط کردم، صدام ارتعاشات. راستی؟ یادم باشه بگم اینو که تو بالاخره تصمیم گرفتی در مورد این قضیه چیکار میخوای بکنی؟ قضیه؟ کدوم قضیه بابایی؟ بابا زنگ گرفتن همین لنگلوکه چفته شله. خب من باید چیکار کنم بابایی؟ اون باید زن بگیره، من چیکار باید بکنم؟ شما مگه تا پریروز، تا همین امروز مگه از ایشون پشتیبانی نمی‌کردی؟ بابایی من که نمی‌تونم. در همه موارد بابایی من که نمی‌تونم برای زن بگیرم. الان میگفتی کارایی داره، میگه نمیتونستم زن بگیرم. ببین دخترم اگه این کار نکنی من مجبورم این کارو بکنم دیگه. منم که علی حرفا نیستم. تازه یه چیز دیگه واسه بگم دخترم. چی؟ اگر نری واسش زن بگیری و متأهلش نکنیم، اون وقت مجبوریم من برم بگردم یه دونه مدیر داخلی متأهل گیر بیارم. حالا خود دانی یکی از اینا رو باید انتخاب بکنی. کدوم راه انتخاب میکنی شما؟ باشد بابایی. یا لنگلوک یا متأهل، کدوم؟ باشد متأهل بابایی. باشه؟ باشد. تمومه؟ خب من با من کار نداری، من برم بخوابم. ضمناً بله میگم که این سه تا کله پوکام مورد بدی نیستن واسه این چفت شله ها. فکرت کردی؟ میخوای یکی از اینا رو بهش بدیم بری؟ بهش بدیم بره بابایی. موافق شما؟ ببین منو با تمومش کن. باری کلا دخترم، خوابای خوش ببینی. Psst.
کیه؟ ببخشید. طوری چو؟ نه خواهش میکنم، یه خورده دستم درد گرفت. ببینم این همون دمپاییه که من برات خریدم؟ چطور مگه؟ جنسش خیلی خوبه، بکنم حالا حالا کار کنه برات. همون اصلا حرف نزن که حوصله ندارم، اوقاتم خیلی تنگه. چرا؟ چرا؟ ببینم اصلا معلوم هست تو کجایی؟ یه ساعتی دارم صدات میزن، داشتی با تلفن حرف میزدی نه؟ کی بود؟ کی بود؟ چی با من پای تلفن حرف میزنه؟ اصلا من بلدم، من داشتم کار میکردم، مامانم عصری مهمون داشته، کیک درست کرده، 15 سان تهدیگ بسته، داشتم با چکش و پیشگوشتی اونا تهدیگا رو از هم دیگه سوا میکردم که بشورم اینا رو. همینه دیگه، من اینجا باید هرس بخورم، بغض بکنم، همینجوری خونه دل بخورم، تو اونجا تفریح کنی، خوش بگذرونی. تفریح چیه شرم؟ بله. تفریح کدوم؟ بله. شهر بازی که نرفتم که، واسه خودم که چیکار کردم مگه؟ دارم تعدیق دیگه دارم میسابم دیگه، این کجاش اسمش تفریحه؟ شما تو خانوادتون اینجوری تفریح میکردین؟ نمیخواد چرت و پرت بگی، بابای گیر داده تو همین 2-3 روزه باید زن بگیری. تو که گفتی بابا ما اگه بروش نیاریم فراموش میکنه بابایی که. خب فراموش نکرد. چیکار کنم؟ خب میخوای فردا من برم باهاش صحبت کنم؟ نه 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 نه، این کارو نکنی ها، بذار یه وقتی این کارو بکن که اقلا یه ذره از تو خوشش بیاد. آخه میدونی حقیقتش اینه که الان از تو متنفره، در واقع متنفره. خب ببین حداقل نگو متنفره، بگو یه خود ازت بدت بدش میاد. آخه متنفر میگه آدم احساس میکنه طاعون داره، من چمه مگه؟ هیچکی منو دوست نداره، یه طاعون زده بیش نیستم من. من نمیدونم، در هر حال بابایی گفته تو همین چند روز بعد من برات زن بگیرم. شهرامه راست میگی؟ تو میخوای برای من زن بگیری؟ زهر مار؟ نیشه تو ببن. در هر صورت یا باید زن بگیری یا دیگه نباید مدیر داخلی باشی، فهمیدی؟ بابا عجب گیری افتادیم از دست شما. اه 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 اه. تو گیر افتادی یا من که برای شوهر آیندم باید زن بگیرم؟ دخترم با کی داری حرف میزنی؟ ای هیچی بابایی، گربه بود. پیشت پیشت با پیشت پیشت اومدم بابایی. به 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 جناب هوابرد گل، جناب هوابرد بلبل، جناب هوابرد سنبل. بابا تو بنبست مرامی، آخرشی تهشی حرف نداری. چه خبر؟ چی یه باز شلوغش کردی؟ نکنه ملکم اخراجتون کرده؟ اخراج؟ دیگه ما رو تا حالا کسی اخراج کرده که این بار دوممون باشه؟ بله اون بارم اگه دیدی ما به میل خودمون استفاده. آره. اصلا کسی میتونه اما دل بکنه به این نازی؟ خب حالا چیکار داریم؟ گیت میخوایم داداش. گیت؟ آره گیت. آها همونی که دیروز ملکی زنگ زد؟ آره. آه یه چند تایی آماده کردن، بذار ببینم فایلش این پسر رو کنه. آه اینجا رو بشه بزنیم. یه چند تایی شلاته به درد شما به درد فرودگاهتون نمیخورد، گذاشتم کنار، اینا خیلی اساسی بودن. اه مگه فرودگاه ما چشه؟ چشنی گوشه. ببینم بذار یه پرواز درست حسابی و درست درمون انجام بدیم بعد بگو فرودگاه ما چشه. ببین هوا برد عزیز، ببین داری اذیت میکنی، ما الان در مرحله آزمون و خطا هستیم، درست یه خطاهایی میکنیم ولی بالاخره درست میشه. درست میشه. درست میشه. درست میشه. خب حالا من بعضی از اینا رو میخونم. خب. شما به دقت کنید ببینید کدوم به کارتون میاد، بدم ببرین دیگه. بذار ببینم. آها این یکی بد نیست، این برای فرودگاه ناپل ایتالیا بوده. ببینم شما ایتالیایی بلدی؟ ایتالیایی بلدیم؟ آره. ایتالیایی برای چی باید بلد باشیم؟ میخوام باش حرف بزنیم که. چی گفت حرف بزنی؟ این هر چی روش نوشته ایتالیاییه دیگه. تازه بخوای بهش برنامه هم بدی باید ایتالیایی بهش بدی. آه. مترجم در رفتن قیمتش 35 رو براتون تمام میشه، فکر نکنم. 35 میلیون؟ بله. اینجوری باشه که ما با 35 میلیون بریم هواپیما میخریم عزیزم. بس چی بگم؟ شما پولتون چقدره؟ ما نهایت ملکی گفته 4-5 میلیون سر تای قضیه رو هم بیاریم. دو اونم قسطی. 5 میلیون؟ بله. اونم قسطی. قسطی. اون یوسف که این اصلا بگین این اصلا به کارتون میاد که. باید یه فکر دیگه براتون بکنیم. بزنین تو اینا چیه؟ 4-5 میلیون هم قسطی. خب 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 وایس وایس وایس. آها.
ببینم. این یکی بدک نیست. چیه؟ این مالی یه خانم دکتر بوده. خب. بوشو بوده دم در مطبش. روزی 7-8 نفر از این رد می‌شدن. این 30-40 تا آلارم داره. تازه رنگش هم فابریک چکش نخورده. سبز فسفوری. سبز فسفوری؟ آره. خیلی زایی است. ما اگه با گیت سبز فسفوری بریم پیش آقای ملکی همونجا با لگد ما رو حواله میکنه تو کوچه. آره مردم حرف در میارن. آره. آره. شما هم که اصلا هر چی که میگیم فسفوری. آ با این چطورین؟ بگو. این اگر کسی با اسلحه توش رد بشه علاوه بر اینکه آژیر میکشه دو تا میله اینجوری میاد تق میخوره به یارو. برق 300 ولت بهش وصل میشه. آه خب میمیره که یارو. خب بمیره. تو عوضش دیگه اصلاً نمیتونه بره تو هواپیما. این خوبه. صبح بخیر شراره. چرا؟ چرا قیافه؟ چیکار کردی؟ سلام عرض کردم. چیکار کردی؟ چیو چیکار کردم؟ چیو چیکار کردی؟ چیو؟ خیلی خوبه. ببین ببین عزیز جون من میرم که تو خجالت نکشی هر چی دلت خواست بهش بگو. خب این وسایل تنبیه تدافعی رو هم گذاشتم اینجا اگه احتیاج شد استفاده کن. باشه مادر شما هم من پسرتونم آخه. خب پسر و عروس چه فرقی داره ها؟ عروسم مثل عروسم خب مثل زن پسر آدمه دیگه. نه اون این فردا دختره ارزه نداشت زندگیشو درست کنه وقت میگه پروین جون تو کار من دخالت کرد. نمیگی؟ الهی دردتون بجونم. بله شما بفرمایید. الهی قربونتون برم. بفرمایید. مادر دیگه چی بگم؟ چی میگی؟ چی میگم مادر دیگه؟ گفتی چیو چیکار کردی؟ چیو چیکار کردی؟ چیو؟ کیه؟ چیو چی کار کردی؟ میگم که چیزه اون قضیه رو داری میگی؟ بله. باور کن شراره این دیشه اونجا وایسا که راحت تر بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم. من آره هرچی از تو دورتر باشم راحت ترم. چیو چی کار کردی؟ ببین من میگم که دیشب تا صبح باور کن نخوابیدم. یعنی انقدر فکرم مشغول اون قضیه. دروغ میگه. دروغ میگه. دروغ میگه. دیشب مثل یه خرس خوابیده بود. با من بودید مادر خرس؟ بله با من بودن. واقعا که چی؟ تو خجالت نمیکشی؟ تو خجالت نمیکشی؟ چرا؟ خجالت میکشم. از تو آدم بیمسئولیت تر اصلا پیدا میشه؟ پیدا میشه؟ نه پیدا نمیشه. بله هرچی شما بگیم. من اصلا دیشب تو صبح نتونستم چشمم رو هم بذارم. بعد اون وقت تو گرفتی خوابیدی اونم مثل یه خرس. بله میخوایید من الان بیدار بمونم شما بریدینید قناری بگیریم بخوابیم؟ نخه لازم نکرده. چی کار میخوایی بکنی؟ چیو چی کار میخوام بکنم؟ وای مثل اینکه روان تو اصلا نمیفهمی چی شده. نه نمیفهمی چی؟ تعطیل نه چرا یه ذره که میفهمم. یعنی دارم سعی میکنم که خب بفهمم. نه بذار توضیح. من مغزم محدوده. خب ببین بذار من توضیح بدم روان. اگر تو کاری نکنی من واقعا مجبور میشم برات زن بگیرم. بابا میدونی؟ نمیگیری زن که فقط حرفشو میزنی. 10 دفعه گفتی برات زن میگیرم برات زن. خب برام زن بگیر دیگه. چرا نمیگیری فقط حرف میزنی؟ میگیرم واقعا میگیری؟ آره یه زن میخوام قد بلند باشه قدش تا اینجا باشه. بابا هم یه قدم بزنیم. میگیرم خوبشم میگیرم فقط بعدش جفتتونو میکشم. به چه حقی میخوای مادر آینده بچهای منو بکشی؟ تو میخوای بچهای منو یتیم بذاری واسه چی؟ تو این همه وقتی به من وعده ازدواج دادی این همه حرف زدی حالا میخوای بری با یکی دیگه ازدواج کنی اونم یه قد بلند؟ من خیلی خوب من کی حرف ازدواج زدم؟ من فقط گفتم که باشه این قراری که من غلط کردم دیگه تکرار نمیشه. روان بله برو یه کاری بکن من نمیجونم. خب برو یه کاری بکن. کنم کجا برم؟ کجا باید برم؟ چه میدونم برو همین اداره هوافضا بگو من دو ماه وقت میخوام. جون بابات منو اونجا نفرست. من اونجا میرم اذیت میشم. نمیری؟ بابا اونا همشون دیوونن. نمیری؟ همشون دیروانی هن. مامانت گفت اون وسایل تدافعی کجاست؟ ایشکی منو دوست نداره. اون چشم باشی میرم چشم میرم خیلی خوب میرم. الان برم پرونده ها رو بردارم برم اونجا. برو یه سلاغل چایی بخورم سردرد گرفتم. نه برو توجیه شدم چشم. برو چیک برای زوزه میکشم برم باز زوزه جهید یاد گرفتم. چشم ببین این یکی هم خوبه. این علاوه بر این که کار گیت رو انجام میده نوع جنسیت بچه رو نشون میده. جنسیت بچه رو نشون میده؟ کدوم بچه؟ بابا تو چقدر خنگی.
یعنی این که اگر تو این گید یه خانم باردار رد بشه نشون میده که بچهش پسر یا دختره. این به چه درد ما میخوره آخه؟ مثلا اگه پسر باشه ممکن اسلحه دستش باشه. نمیفهمی دیگه، نمیفهمی بابا. با این گید شما میتونین درآمد جانبی هم داشته باشین. چی؟ بابا اصلا میتونین سردر فرودگاهتون بزنیم فرودگاه ملکی، فرودگاه سونوگرافی ملکی. آه بابا هوا برجان، این فرودگاه همینجوری خودش قشقرق خون است. ولمون کن، فکر نمیکنم ملکی با این یکی حال کنه. این چیز ساده تر پیدا کن. تازه داره گیت جرجره پیدا میکنه. آقا این یکی دیگه آخریشه. خب بگو ببینیم. این مالی این گیت مال فرودگاه رواندا بوده. آه. دو سه بارم تو حمله قبایل چریکی توتسی میشناسی که؟ آره آره آره. این سری آسیبایی دیده ولی خب تعمیر شده. خب بعدش هم یه چند مدت هم جلوی فروشگاه بوده که مشتریاش دزدی نکنن. آفرین. الانم افتاده تو گوشه یه انباری شرکت فیلمسازی. بعضی موقع تو این فیلمای با ارزش جشنواره هستش. خب. میبرن اونجا استفاده میکنن. ببینم اینو قسطی هم میده؟ اینو قسطی هم میتونه. خب آقا عالی، آقا جون خیلی خوب عالی. آره. مبارکه. ببینم گارانتی هم داره دیگه. چی؟ گارانتی. آخه تو کجا دیدی تو دنیا گیتو گارانتی کنه؟ بابا جون اصلا گارانتی نمیخواد، همین که اون قبایل وحشی توصی بهش حمله کردن تا الان مونده در بود داغون نشه، تو خودت یعنی گارانتی دیگه. همون شما تا حالا گیت خریدین؟ مثلا تا حالا گیت ندیدم. دیدم. آقا جون اصلا تمومش کنید داداش. شما به حرف من گوش کنید. من که دیگه به شما که جنس نمینازم که. دیگه نه. آقا شما برین سلام به آقای ملکم برسونید. من خودم اینو هماهنگ میکنم میفرستم فرودگاه. شما بفرمایید. چیه؟ تو اصلا میدونی از یه زوایه وقتی حرف میزنی چه چپ میشه؟ از اینجا نگاهش کن. آره دیدی؟ چپه چپه. یعنی کسی هم بهت گفته بود تا حالا باحال میشه؟ البته فکر نکنی بهت نمیاد، به خیلی این چه چپ میاد، یعنی به این سیبیلات میاد. آره مخصوصا اون سیبیلا و اون ریش و اون فاسم آره خوشگله خوشگله. یه چشم پزشکی ما بود بهت. یه ذره چپی هم بد نیست، همه داشته باشن خوبه اصولا. آره. ما هم بریم چپ کنیم چشمون. آقا ازت خواهش میکنم کار منو را بنداز. گرفتارم. گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. آقا من چقدر صبر کنم تو روزنامه تموم بشه؟ صبر کن آقا. بابا جان کار زندگی داریم. جای دیگه هم باید برم. من کار ندارم. آقا عزیزم. آقا کجا؟ اینجا صفه. آقا بیا. سلام آقایون. سلام. بیا برو تایتم. علیکم السلام. اینجا صفه. بله من فقط یه سوال داشتم. همه اینجا سوال دارن، همه اونه که صف وایستادن یه سوال دارن. بیا برو تای صف، نوبتت که شد سوالت رو بپرس. پس من اینجا واسیدیم چیکار کنیم؟ آقا نونوایی که نیومدم بگین یه دونه صف. من دفعه قبل که اومدم اون آدرس قبلی الان جاشون عوض شده. اینجوری چرا اینجوری دارید میگم؟ من فقط یه سوال دارم. آقا این آقا هم همون آقا. سلام آقا، سوال داشتم خدمتتون. بله میخواستم سوال کنم خدمتتون. آقا سوال نکن، بفرمایید تایسر. آقا نمیخوام فحش و فصیحت بدم که سر من داد میزنی میگی سوال نکن. سلام آقا، تو صف واستن. آقا خودشون منو میشناسن. سلام آقا. سلام ببخشید آقا. شما که با این بنده خدا از صبح تا حالا تو صف واستادن چه فرقی داری؟ تازه عرقت خوش نشده میخواد سه سوت کارت راه بیافت. نداداش بذار برو، این تو ببینی اون تو ببینی. برو آقا، بیا برو برو تایسر. آقا ممنون میشم. آقا من باور کنم قصد غلطی نداشتم. نمیدونم چرا اینجوری شده. دفعه قبل که اومدم اینجوری نبود اصلا. این دفعه چه ربطی داره به دفعه قبل؟ خب اصلا من دفعه قبل که اومدم صف نبود. الان چون جاشون عوض شده قانونشون هم عوض شده. صفی کردن، سوال کردن که صف نمیخواست. داداش ما تو این اداره ها بزرگ شدیم، همون کسایی که میخوان بزنن تو اینجا از این چیزا میگن. ولش کن بابا، لابد خارج اومده. راستی ببینم قضیه منصوری رو شنیدی؟ نه شده. بابا تو دیگه از مرحله خیلی پرتی. بابا برو ببینیم. آرزم خدمتتون که این آقای منصوری همچین بگینگی صفر بند تلفن اتاقش رو یه ذره دستکاری کرده بود. ره بره زمین زد کجا؟ آلمان. به کی به نامزدش؟ جندش در اومد. میخوام بزنش بیرون اخراج. آقا یه ساعت من دارم اینجا داد میزنم. یه حرف منو گوش کنید دیگه، مسخره شما که نیستم. چون داد میزنی؟ داد نزدم. چی یه ذره هم دادش گوش ما هم زنگ زد. داد میزنم برای اینکه یه ساعت اینجا صبر میکردم. میخوام یه سوال ازتون بکنم. چرا فقط تو دم تعطیله؟ از صبح تا شب وایسا اینجا. آقا تو اشتباه کردی. آقا جون بابا عجب. شما چی میگی؟ یعنی چی؟ آخه شما بیشورین دیگه. به ما چه ربطی داره؟ بیشور با من بودی؟ بله با شما بودم. بیشور؟ ای فوش میده تو، چرا هیچی نمیگی رفیقت؟ خدا به زحمت دیگه. با من بودی دوباره؟ بله. واسه چی داری به من میگی همچین حرفی رو؟ همه صف شما به هم زدیم. مثلا اگه رسی شما این الان مثلا میخوایی چیکار کنی؟ چه غلطی میخوایی بکنی؟ لطف کنید یه نگاهی بکنید.
بفرمایید بشینید. هر وقت نوبتتون رسید من خبرتون میکنم. شما اول یه نگاهی بکنید و ببینید اگه لازم شد من میرم میشینم، نوبتم که شد میرم داخل. شما نمیخواد کار منو به من یاد بدید. بفرمایید بشینید. عرض کردم که هر وقت نوبتتون رسید من خبر. شما حالتون خوبه؟ نه خیر. کار من راه بندازه گاجره دارم میخوام برم. خواهش میکنم بفرمایید کمی استراحت کنید. نمیخوام. معلوم که حال خوبی ندارید. به هم میاد حالم خوب باشه، یه داغون به هم میاد. چی دوست داری؟ اصلا الان نرمه ها کن کار ببینم. جسارتا شما دعوا کردین؟ بله، قبل از اینکه بیام اینجا رفتم یه سوپرمارکتی خرید کنم، حرفمو گوش نکرد، کارم راه انداخت، منم یقش کردم انداختم توی یخچال، فریز شد. الانم کارو من راه بنداز، عجله دارم میخوام برم. خواهش میکنم بفرمایید. اصلا بر کارتون رو میگیزم. قربا صفیه ها بفهمش. بله البته اول نقاط ایشون بود، من که همین الان اومدم. بفهم خوش بود. ببینم عزیزم، شما مدیر داخلی فرودگاه ملکی هستید ظاهرا. بله. چطور ممکنه؟ شما که متأهل نیستید. خب برای همین اومدم خدمتتون. میخوام یکی دو ماه به من فرصت بدین که من برم ازدواج کنم. تو این نامه جدید اومده که کسانی که متأهل نیستن نمیتونن مدیر داخلی فرودگاه باشن. بفرمایید شما متأهل بشید بعدا تشریف بیارید. قربان عزیز من، الان من نمیتونم، باید چیکار کنم؟ راه حل بسیار ساده، ازدواج کنید عزیزم، فورا متأهل میشید. چه خوب، خیلی ممنون از راهنماییت عزیز من. من دارم میگم من الان اگه بخوام برم زن بگیرم میگن شغلت کو، شغلی که میخوام برم سر شغل میگن چرا زن نداری. الان من با چی کار کنم؟ برو اینو به رئیست نشون بده، بگو یه نفر اینجا واسه تو اسباب نداره. باشه، هر جوش که شما مایلید. من اینجوری مایلم، ولی من فکر میکنم که جواب رئیسم منفی باشه. شما بفهمید بشه. ایشون هستن. از ایشونه؟ بله بله. سلام علیکم. علیکم السلام. آقای روان اسکندر روانبخش. بله روانبخش. بسیار عصبانی هستم قربان. من یه نگاهی به پرونده شما انداختم. متاسفانه شما شرایط یه مدیر داخلی رو اصلا دارا نیستین. یه نگاهی هم به من بکنید. من الان نمیتونم ازدواج کنم. دو ماه به من فرصت بدین من میرم ازدواج میکنم. از من مشکل دارم، نمیتونم الان ازدواج کنم، باید داد بزنم. میخواین یه دکتر بهتون معرفی کنم؟ البته من به طب سنتی بیشتر اعتقاد دارم. شما هم مدیر عامل؟ من مشکل مالی دارم عزیز، من نمیتونم داد بزنم که من با سیلی صورت خودم رو سرخ نگرم دارم. داد بزنم بگم من مشکل مالی دارم. خب من الان مشکل مالی دارم دیگه، نمیتونم الان. خب عزیز من متاسفانه در این مورد نمیتونم کاری برات بکنم. در شرایط کاری شما تأهل از تخصصم مهمتره. من الان تخصص دارم ولی تأهل ندارم، یعنی الان میخوام برم زن بگیرم. به من دو ماه فرصت بدین نیمه زن بگیرم. عزیز من چیز مهمی نیست اصلا. شما چرا میترسین؟ از قدیم گفتن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. شما پاتو بذار جلو، به راحتی مشکل حل میشه، همه چی برای خودش جور میشه. من به شما توصیه میکنم که سریعا ازدواج بفرمایید. مثلا همین آقا بله. اولش نگران بود ولی ببینید الان چقدر راضی و خوشبخته. واقعا خوشبختم آقا، واقعا خوشبختم. اصلا شما میدونید من صبح که بلند میشم اول عکس خانومم رو نگاه میکنم. بفرمایید. اصلا قربان من بدون اون اصلا نمیتونم نفس بکشم. توجه فرمودید. یا همین آقا، ایشون مدیر داخلی یه شرکت هواپیمایی هستن. بله. میتونی از ایشون بپرسید. بله بله، حق با ایشونه. اصلا من نصف موفقیت شغلیمو مدیون همین خانم هستم. آفرین. به نظر من این نشونه دوراندیشی و ذکاوتی که مدیریت هواجاست. آقا اصلا متأهل بودن رو اجباری کرده برای مدیریت هواتون. بله، شما به زنتون دوست داریم دیگه، لابد همیشه هم عکسش با هاتونه و میچرخیم. توجه فرمودیم؟ بله. خیلی چیز خوبی زن گرفتن. بله چشم. حالا نمیشه به من یه فرصت دو ماهه بدیم من برم ازدواج کنم؟ قول میدم ازدواج کنم، زن بگیرم. اگر من برم زن بگیرم شغل من. متاسفانه نمیتونم براتون کار کنم. ببخشید.
الو. به 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 خانوم گلم چطوری؟ واه واه واه. چه عجب یادی از ما کردی؟ آه نیم ساعت پیش با هم صحبت کرد. عجب. ای جونم. بله بله. آخه من این دل صاحب مرده رو چیکار کنم؟ هی تن میشه برات چیکار کنم؟ فهمیدید؟ نه بازوتون رو بخورید. کجایی تو؟ بله بود در به در دنبالت دارم میگردم. قیافه گردی؟ آقا کارم گیره چی کار کنم؟ آدم مشکلت چیه؟ بگوی دو ماه چیه؟ داریم تا تمرین میکنیم. دو ماه اگه میشه به من بگو دو ماه، من دنبال میگم که بخوام زن بگیرم. بگو دو ماه به من فرصت بدن. دو ماه فقط دارم از کار اخراجم. زن نداری؟ زن ندارم. خب برم بگیرم، به من فرصت بدن من برم بگیرم. گفتی مدیر داخلی مگه نیستی؟ آره. خب چطور امکان داره تو زن نداری؟ تو باید 30 ثانیه زن بگیری. من نمیتونم که، خب شرایطشو نداشتم. الان میخوام یه فرصت بدم من برم دو ماه زن بگیرم. چیکار باید بکنم؟ از من اینجوری داره نخوا. تو بگو نمیدونم مجوز حمل بمب و اسلحه ببر تو هواپیما راحت‌تره. چی داری میگی؟ خب الان من باید چی کار کنم؟ دم کیو باید ببینم؟ کجا باید برم؟ ایست! یواش! آب رو مردی! چرا؟ زیرا بارم داری میزنی؟ زیرا واسه هیچ بابا میخوام برم زن بگیرم. میگم یک بای بای! غلط بکنم دیگه پاهم بذارم تو اینه داره. آقای محترم شما چرا متوجه نیستی ما چی داریم میگیم خدمتتون؟ من متوجه نیستم. بله خودت دیگه متوجه نیستی. آقا آروم باش آقا جان، گوش کن ببین چی میگه. بابا میگه که اینو اگه تا اونجا بیاری ما ممنونت میشیم. این نیست که سنگینه یت و یغور ما زورمون نمیرسه نمیتونی آره، بیاری. تموم شد. شما اینا بیار اونجا، ما ممنونتیم، نوکرتیم، چاکرتیم. آره قربونت برم. مثل اینکه شما نمیفهمید میشی میگه. من میگم تا اینجا آوردم الانم پول منو بد برم. بابا جون ما که نمیخوایم پول شما رو بخوریم که، پولتو میدیم. پول من بخوری؟ بابا تو مشکنه. بابا جون اجازه بده. بابا گوش کن، شما اینو بیار تا اونجا، ما از خجالت در میایم. همین منظورش همینه. جلوتر نمیبرم. آقا جون گفتم مرغ یه پا داره، تا اینجا آوردم جلوتر یه قدم. 100 هزار مرتبه گفتی. ولی ببین آقای محترم نگاه کن عزیزم، شما اگر اینو تا اونجا بیارین ما هم پول بیشتری به شما میدیم. شما پول بیشتر نمیخوای؟ چی تو پول بیشتر خواست؟ بابا کسی نگفت شما پول بیشتر میخوای. بابا میگه اگه اینو بیاری تا اونجا ما پول بیشتر بهت میدیم. همین تا اونجا میرم. آقای ملکی رو صدا میکنم. ملکی کیه؟ وایسا کجا داری میری؟ عجب بابا، آقا سوء تفاهم شده. بابا تفاهم اجازه بده. اینو که نبرده اونجا که بعد ببره اونجا. بابا اونو بعدن یه خاکی سرمون میریزیم. پولشو بده. من چرا بدم؟ پس من بدم. پس من بدم؟ من ندارم. منم ندارم. بابا من ندارم. منم ندارم. این نداشتن اینجا برو که من نکشم. من ندارم. منم ندارم. بابا نداری. الان پولتون میکنن. اجازه من دارم. من دارم. خراب میکنم اینجا سرتو. من دارم. من دارم. اجازه بده. اومدش بابا اومدش. آقا پول اینو بده. به موقع اومدی پولشو بده. اسکندر اصلا یک روان بخش. آقا جون ایشون این گیت لوتو اینجا آورده. 15 چقدر باید بده؟ 15 تومن. آره. به عبارت 15000 تومان. آره یه 15000 تومان لطف کن بیشون تشریف ببر. آقا چرا نیوردی توی سالن؟ چرا اینجا بودی؟ نمیتونم ببرم. حالا تو چی میگی؟ حرف من یکیه. تو هر چی تو داغونی. بعد بعد من اصلا خودم میزنم. نه 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 بیا آقا جون بیا بده من خودم میشمارم. بلیش خیلی آقا بفرمایید. شما بفرمایید اون برای ماشین بشه. بشه نام خودت برو. زد زیاد. زد خود زیاد. برو. زد خود زیاد زیاد آبادت. دار از کجا پیدا میکنی؟ خیلی خوب برو دیگه. کمک کنید ببریم تو دیگه اینا رو. من میبینید که حالم خوش نیست. به ما چه مربوطه؟ من کمرم درد. من همینم کمرش درد میکنه. من دارم. آره چه خوبه اینجا ما آوردیم بقیش با تو. چرا خوابیدی؟ خسته شدم. پولمو بده. پول چی؟ دستمزدمو میگم. چقدر میشه؟ 3000 تومان. 3000 تومان؟ بس چقدر؟ ور میدم. ور میسن؟ نه ور میسن. سن دستم حقمزی یه دای ترسنده مثلا. اله بوشیرو.
منم تزور پولمو ور تزور من باش میرمز با من بودی من دیگه از اینجا بعد بیشتر دیگه بلد نیستم خوش نده به من دادم 3000 تومنو بده خیلی خوب دیگه داد میزن یه 3 تومن این سری 3000 تومن بود سری بعد 4000 تومن برو دیگه خوش اومد گیت آوردن چه خوشگله آخ جون آوردن آوردم من آوردم آخه بر. شما آوردین دستتون درد نکنه چشمتون چی شده؟ خوردم زمین آخه ولی خیلی خوشگله من میرم با آرام بگم گیت آورده؟ آوردم من این گیت آوردم اینا آوردن؟ من آوردم تو باد کردی ما خودمون آوردیمش تو آوردی؟ بله چی نمیدی کمک؟ من آوردم اینو خب میگفتی میمدیم کمک بابا خب چرا اینجوری شدی؟ چشه چرا اینجوریه؟ خوردم زمین آه قربونت برم چرا آخه گوگولیه من آقا آدم بخور زمین چشش اینجوری میشه؟ نه این چون چشش گنده است وقتی میخوره زمین اول چشش میخوره زمین آخه این چش گنده های مشکلات دارن آه قربونم چشش خروس همه چششون گنده است آره آقا بریم آقا بریم به بقیه خبر آره. بدیم مواظب باش این دفعه میخوری نوکت داغونش آره آره من آوردم ای گیت آوردن من آوردم اینو شهر کار دیگه نگو اینو من آوردم چه نشستی؟ کجا بشنم خسته بودم این سنگین بود گرفتمش کمرم داغون شد نشستم اینجا تو خجالت نمی کشی؟ من مردم از نگرانی تو واسه خودت اومدی اینجا نشستی داری تفریح میکنی؟ تفریح چی شراره من بیرون 15000 تا پول ندادم خودم هم برداشتم چشم تو چی کار کردی؟ افتادم تو جوب چی؟ با چشم خوردی زمین؟ نه خوردم تو جوب یعنی داشتم از ماشین پیاده می شدم اومدم از تو جوب بپرم بعد دستم گیر کرد به درخت درختی شاخه کوچیک داشت شاخه همه بس روان بس دیگه اینقدر نمیخواد قصه واسه من بگی سروزتو مرتب کن بیا اونجا ببینم چی کار کردی